میگم بابا مثلا تو اینقدر به خودت رسیدی و تو رو چه بیلینگ مثبت میگن لباشم جدی زد اصلا زده بود خب اون میتونی متوجه شی نه حالا من همینجوری دیدم من آره دیدم این ورزشه یه جوری شده که حالا همه میخوان از سختیش بگن ما داریم سختی میکشیم کارگری کردیم استف پاییدیم کف میدون آزادی خوابیدیم بابا گوشت مثلا گراز بخورم مایه سالمون میخورم سالمون نروژی سالمون نروژی میخورم باورشون نمیشه تنهایی دلیل کات کردنش این بوده باورش نمیشده که سینگل واقعا بیش جهان یعنی یه گردش بی‌معنی توقع از من نگی نشون بدم که یه پایین بودم آقا ببین در کنار یکی از خوشتیپ‌ترین بیلدینگ‌های مثبت ایران هستیم آکامبیز صمدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون خدمت شما و بینندگان عزیز خدا عزیز دلمی کامی جان من اول پرسم ببین خیلی ها میگن بیلدینگ یعنی مثبت یعنی اصلا یه جورایی بیلدینگ مثبت و همه به دیده پرورش اندام کار بهش نگاه کن خیلی حساسه زیباتره دیگه آره. کامل باشه از بله تو اولین نفری هستی که بین بیلدینگ‌های مثبت انقدر به خودت میرسی سر این خیلی ازت انتقاد بعضیا میکنن لطف دارم چرا؟ میگم بابا مثلا تو انقدر به خودت رسیدی بابا تو رو چه بیلدینگ مثبت شنیدم دیگه لایف استایل خودم اون تو دوست دارم زندگی کنم خاصیه منم موافق تو هم آدم باید تو هر چی خوش برسه تو اولین نفر هستی قبول داری انقدر به خودت میرسی تو بیلدینگ‌ها به ظاهرت به تیپت به استایل این ورزش بغیر از که شما داری بدنت رو درست میکنی و زیبایی بدن تو چطور شما هر هفته میری در عشقه و ریشتون موتون اصلاح میکنی همینطوری داری به پوستتون مرغ همه یه سبک زندگی دارن حالا ما بدن رو درست کردم به این مثلا به این قشنگی یا مثلا دوست دارم خوشتیپم بگرم چون با هم مکمل قشنگی میشه میگم من خودم موافق اینم که آدم باید به خودش برسه تو هر فیلدی که هستش ولی خیلی قشنگ میشه شما یه بدن داشته باشی بتونی تیپ قشنگی کتونی قشنگی لباس قشنگی نه که حالا بخوام بگم که هزینه ولی خوشتیپ مدل خودت باشی حالا نه مدل خاصی هر چیزی حالا بدی ولی انرژی خوب بدیم یکی از بحثای داغی که الان مطرحه اینه که یه بدنساز چقدر تو ما خرج بدن خودش میکنه الان ما خب از شما بپرسم کامبیز چقدر تو توی ما خرج بدن خودت میکنی؟ خرج بدنساز از اون بزرگ شما که خدا... یعنی دارو، غذا، مکمل، باشگاه، همه بل. این پکیج از اینش که کم و زیاد هست خدا بگو رقم بگو رقم نمیشه گفت چرا؟ از من نخواهی رقم بگم چرا اگه؟ چون عرضم بزرگ شما که رقم بگم به سریا الگوهای 80 در 90 دارم بزرگ میشن تو سن 20 هستم دارم رای ما رو میخوام پیش برم رقم میگی این ساعت سریا خانوادهاشون دارن ساعت یه سری خانوادهاشون نداشته باشن میگیره تو زهرشون بعد فشار به خیلی مدن تو الان داری تو تاپ ترین حالت بدنسازی تعمیر میکنی درسته اون چقدره رقم بگی ببین برای من که شاید حرفه یه کارمه این مسیر رو باید برم و رقم و حقمش حالا کم و زد خدا میرسه ولی بیشتر میگیم همه که تو حرفه نیستن حالا شاید 10 درصد 20 درصد 80 درصد بعد جوونش شاید من الگو کرده بره تو ذهنش ناامید بشه یا دل شکسته بشه یا شاید کم مثلا نیاد یا حالش بچه حس خوبی نداره رقم بگیم مثلا رقم اعداد حس خوبی نمیده بخصم برای اینکه الگو هستیم مثلا خیلی هستن برای ما رو نگاه میکنن من هم تو چون بچه بودم الگو بزرگترم بوده کسی که تو همین مسیر بود ولی اون موقع شاید مثلا توی شرایطی اگه بودن اگه یکی رقم میگو شاید ناامید میشدن یه امیده هیچ چی رو ناامید نکنید صد درصد خواهیزم بزرگتون که دیگه تو این شرایطی که هست همین رقم عداد نداره و یه سری ها میان میگن حالا ما گوشت مثلا گراز بخورم مایه سالمون میخورم سالمون نروژی سالمون نروژی میخورم مردم تو اوضاع خوبی نیستن که میخوام بگیم که مثلا ما اینو میخوریم شاید یه سریا نشد یه سریا داشته باشن حالا خدا رو شد دمتون گرم ولی ما تو عموم تو عام مواد حساب کنیم حس بدی به مخاطب میده حالشون بد میشه درسته تو ورزش ما از گوشت و مرغ زده ایم
چون کارمون آره. ولی یه سری هستن خیلی سختی تر با سختی دارن زندگی دمت کم شاید حس بعد یا هزاران هست آخه هزاران آدم داره زندگی چون مخاطب اونم همه است ما داریم صحبتی میکنیم که همه هم شاید الان ببینیم یه گذاری هم نگاه آره. کنیم ولی حس بعد کنیم بکان بیز تو خیلی من سویا میخورم سویا میخورم سویا میخورم من سویا میخورم مثلا بعضی ها میان میگن آخه سختی دارم میکشم فلانه این هم یه نکته با زیاد دیدم و میشتم یعنی دوستان خوده تو جامعه هستیم داریم میبینیم متاسفانه الان میان تو این ورزش این ورزشه یه جوری شده که الان همه میخوان از سختیش بگن ما داریم سختی میکشیم کار جاری کردیم استف آیدیم کف میدون آزادی خواه بودیم بابا همه این سختی رو دارن میکشن همه این مسیر رو دارن میرن مثلا میگه بچه تهران و بچه شهرستان نداره بچه تهران رو خیلی بیشتر تو فشار تره ارزم به حضورتون چطوری بهتون بگم میگم این لایف استایلی که انتخاب کردم به خودم رفته منتش نباید به هیچی به خودم به دوستم به خانومم به دوست دخترم به انتقال بدم این حسی آره کام دقیقه الان گفتی واژه رو ببین مهدی جابری معتقد بود یه بدنساز برای اینکه موفق باشه باید سینگل باشه از این برای مثلا آقاییت میگفت اگر یاره یه همدم خوب داشته باشی شاید بیشتر پیشرفت کنی حالا کامبیز صمدی به نظر تو یه بدنساز باید بره تو یعنی رابی میتونه تو رابطه عاشقانه بره برای کنی یا نه باید سینگل باشه نه میتونه بعضی وقتا یه یار خوب تمام ماجراست یار خوب تمام ماجراست الان شما یار خوب داری که تمام ماجرات بشه من نه میتونه سفر چرا؟ پیدا نکردی کسی رو یا کسی رو قبول میکنه توی یه شرایط هایی حالا با جور بشه بوده مثلا این حس و حال و خوب و انرژی طرف تو بگیر زندگی کردن با تو سخته سخته برای با یه بدنسان زندگی کردن واقعا سخت من واقعا قبول اول... دارم خیلی سخته پدر مادر زن آدم حتی دوست دختر آدم واقعا همه خسته میشه واقعا ما آدمو کلافه میکنی آخرین دلیلی که به خاطرش با یه دختر کات کردی چی بوده؟ آخرین دلیلی که با یه دختر کات کردم بیشتر میدونی چطوریه ما بلنسز حالا آره. از اون بره بومم میفتی یه داستانی مثلا یه چطوری بگم باورشون نمیشه تنهایی دلیل کات کردنش این بوده باورش نمیشده که سینگل واقعا بعد یارو مثلا میگه یعنی تو واقعا وفاداری بابا چرا مثلا وفادار تو الان تو خیابون میری تو الان تو خیابون میری به تیکه نمیندازن تیکه چطوری بندازم کلی میخوام بهتون بگم که نه نمیندازن این مسیر رو به نگاه نمیکنن حالا بگم وقتی که شما یه چهره هستی شما یه بدن خاصتر از یه آدم عادی هستی دیگه آره. توجه رو زیاد میشه آها طبیعیه بعد من نمیتونم سیستم رو یه جوری بکنم که اخبی باشم یه قیافه بگیرم اینطوری برم جلو بعد اینطوری حالا یارو مثلا میگه ماشاءالله میگم دوست داری بعد افتادا خاکی انرژی خوب بدم تو انرژی خوب بگیرم اگه من انرژی رو بد بده حالا چه پسرش چه دخترش میدونی که حرفا بعدش یارو خودش گرفت اینو نگاه سیسه نگاه خیلی چرا اینطوری شد چرا اینطوری شد این حرفا به خاطری که من اون وارد اون انرژی بده نشم اتفاقا خودم سر مثلا حس و انرژی رو میدم نه که حالا توی مثلا دختر و پسر رو توی هر جامعه حالا یه جا ورود یه پاساژی میگی یه ورود مثلا سینما رو خواهی یه هر چی سریع من افتاده تر میشم و خنده رو خنده رو مثلا میزنم که یارو رو من گارد نگیره چون رو بدنسا قیافت یه ذریعه حالا شروع فشار کنی. آره چون رو کنی مثلا ارزم بزرگ چی میگم بیشتر بده آره حمله میشه کلن یه سال تالا عاشق شدی؟ عاشق ارزم به حضور شما عاشق پدر مادر و ورزش نه عاشق جنس مخالف شدی یا نه؟ اگه میشه آدم عاشق نباشه هر کیم میگه عاشق میشه دروغ میگه عاشق شدی بس نه کلی دارم میگه آره. همه ما عاشقیم و یک عشق کار زیباترم میکنه یه تیکه یه شعری از یه خواننده خوبه اون فکرم آقای رضا بهرام باشه یعنی که بیش جهان یعنی یه گردش بیمعنی باریکالله قشنگ شد ما همه هم واقعا
عاشقی و عشق انگیزه آدم رو زیاد میکنه و عشق شما رو مصممتر به کار رو کسی کنه. آدم باید عاشق باشه انتخابا که به هدف برسه. عاشق بودی رفت؟ بیشتر رفت؟ کجا رفت؟ یعنی آخه سینگل حالا شما میگه عاشقی، من حالا توقع داری که بخواد عکس پارتنرم رو نشون بدم جلو دوربین که توقع از من نری که نشون بدم که بیا پایین بودم دیگه عاشقی تموم شد دیگه کلی دارم باشه تو ساعت چون سینگل یاره دیگه تنه استاد با استاد میگم صفا میکنیم استاد تمرین میکنیم استاد اونیسی جایگزین عشقتون شد استاد اونیسی تاج سر بنده واقعا عشق به تمام معنی یعنی خیلی برای من زحمت کشید یعنی کلی حرف دارم باهاش. ببین تا الان داشتیم درباره رابطه عاشقانه صحبت میکردیم، الان آقای اویسی اومدن گفت عشق مرتضی اویسیه، حق به گردن من داره. خیلی گانگسته. نه واقعا اگر عشق اونم یه نوع عشق خوب آره بله عشق همه چی میشه عشق باشه نمیدونم شما دو بله چی بله چی میگردی آقای فردوسی بود کامبیز حاضر من تازه آدم مهربونم من برم ایمان بده ایمان قراره کلی از افت کنه من تازه آدم واقعا منصفم من در خدمت هستم عشق همین کامبیز جان سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که آقا دی گفتگو داشته باشم و خیلی هم سخت ما شما رو گیر آوردیم شکرت بدایی تو باشم من سعادتی برای بنده قربونت برم من چقدر ماشاءالله خوش تیپ پیش شما قربونتون برم شما همه ما رو فردا آبا این تو خوش بل رو میگوارید های شروع میشه آبا ما کچیک همه هستیم خاک پای همه هستیم واقعا بیادا دارم میگم مخلص میدونی کامبیز منظورم میدونی چی از جنس بیلدینگ نیستی و یه خوره حالا از این بابت میگم که زیبا هستی یعنی به خودت میرسی همونجور که محمد جان فرمودن ولی جان زیباست بگم دوباره من بگم ببین مثلا من چیزی که شنیدم میگن که کامبیز صمدی خیلی عملهای زیبایی کرده اما که ما به برای این عمل کرده یه خوره شخصی تر هم بپرسم بفرمی میگن لباش هم جل نه لبام جل نیست لبای خودته نه حالا من همینجور دیدم من نزدیک آره دیدم نه فقط نزدم آها نزدم آره نزدم چرا من نزدم آقا بزنیم حالا اصلا زده بود خب اصلا چی میشه حالا بد میشه خب نه مثلا میگه چرا یه نفر بیلینگیه مثلا بره لباشو حالا چرا رفتی به زیبایی داره تو مشکلی نداری یه مرد لباشو جل بزنه اصلا اون جلالو بزنی بهش بیاد حالا شاید اگه برای زیباییشه بزنه اصلا تو این ورزش دوست داره خوب یارو دوست داره گوشماره بندازه دوست داره ولی چطوری میخواد شما چطوری فکر میکنید آره دیگه به هر حال هر کسی یعنی تو معتقدی که مثلا بیایم بگیم آقا چرا سفید پوشی همون داستان اجبار میشه و جامعه و یعنی هر کی هر جوری که دوست داره حال میکنه آره آزاد بشه بذاره خودش ولی شما این کار انجام ندادی دوست نداری من به خدا برای دماغ هم عمل کردم ولی اگه بازم هر کاری هم کرده حالا میگم که حالا دوست داشتم این کاری کردم نکردم به خدا دماغ هم خب بعضی وقتا یه باید دماغ خیلی چهره بله عوض میشه حالا اگه دوستان چیزی در من میبینن کامنت کنم ببینیم ما ببینیم بعد ببینیم چی شده ولی ببینید الان به خدا من میتونیم کلاهو برمی‌دارم کلاهه به خدا اصلا من مضمون تر نیست حالا الان میگه این پسره از این شیطونه حالا بدونم میگه نمیگیسید بنویسید کامبیز به نظر خودت توی این ورزش شما دشمن زیاد داری؟ دشمن برای چی بگه بخواد برید لشکر کشی و مثلا به نظر داری؟ نه دشمن نداری دشمن رقابت های ورزشی هست دشمنی هست چون مثلا من میدم یه سری مسابقه ها که میرفتی خب یه سری حواشی برات به وجود میومد اصلا اخلاق هم اونطوری نیست و رقابت دیگه رقابت ورزشیه تو عرصه هر کسی هست اون راکی با اون رقیبش اون موقع روسه اون رقابت ها داشت چشم چشمی داشت اون موقع فیلم راکی پنج پس اون قضایی هایی که بعد مسابقات برات پیش میاد چیه؟ بعد مسابقه چیه تا بیافته؟ مثلا یه سری مسابقات رفته بودی که زد و نقیز انتقاداست دیگه حالا میریم کلوش کار میکنیم و میاییم و رقابت بعد دیگه تمام میشه دوره ما هم تمام میشه بعد
همو میبینیم رفیق چه خبر چیزی میشه دشمن رو داریم چیکار میکنیم که این وایس دشمنه این حرفایی که از سریال ازش توهمو میگیره آها درست توهمو میگیره که آقا این چشم دیدن من نداره این اصلی داره که من خوبم من بعد ولی کلا اونطوری نیست کلا همه با هم آخر رفیق میشن یعنی داشتیم مثلا یه مثلا چند سالی که ورزشی مثلا شاید دوران ورزشیمون با هم اصلا خوب نبوده بعد که چند سال گذشت حالا اینقدر با هم رفیق شدیم یادته اون روز که برای من چپ دیگه خیلی اینطوری با هم رفیق شدیم آها این همه هست اصلا همه چیز همه چیز زیبا هست خیلی همه یه اصلا از این فضاها بیاییم بیرون کامیز الان داری برای مسابقه آماده میشی؟ با امید خدا سعیم دارم میکنم که بهترین بدن خودم و نمایش خوب و استاد و استاد داشته باشیم خیلی ما تلاش رو برای من خیلی زحمت کشید و اگه خواست و نقصه باید تمام تلاش همون بکنم که شرمنده اون مرد باشم تمام تلاش همون رو بهترین خودم باشم من که ادعای ندارم کوچیک همه خاکی باید همه مردم اندازه خودم و لحسن نیستم ولی اون مرد زحمتی که برای من کشید تو این چند وقتی که مسئول شدم و سعی کنم خوشحالش کنم شده که خوشحال بشم الان در طول روز چند وعده غذا میخوری؟ ازم به روی شما ما از 6 صبح پا میشیم تا 11 دوازده شب وعده غذایی داریم وعده شب 5 تا 6 تا 5 تا 6 تا 6 تا که ترکیب از پروتئین و کربوهیدرات پروتئین و سبزیجات اونطوری نیست که همش به فکر بودن بعد چه مکمل هایی مثلا الان تو این دوران مصرف میکنی؟ بیشتر مکمل هایی که انرژی بده محرک باشه از این؟ بله تو سر و این که پمپ کنه دیگه پمپ کردن از عضله خون رسانی به از این الان؟ خیلی آها. برای از عضله دم خون انرژی خوبی داره بقیهش دیگه با غذا حل با غذا حل میشه الان در حال حاضر چند کیلویی؟ من در حال حاضر 113 کیلو ماشاءالله بیشتر بدن من تو کات بازی داره زیباییش به نظرت توی ورزش بدنسازی حرفه‌ای توی ایران مافیا وجود داره؟ مافیا تو همه چی وجود داره شما تو در بیزینس زدادان میبینی بیزینس زدادان همه چی هست نه که توی این ورزشه تو همه چی هست میدونی من از چه بابت میگم اینو واقعا صریح به من جواب بده من شنیدم که یه تعداد از بدنسازای بیلدینگ که یه مدتی فعالیت نکردن شنیدم و یک سری عزیزان براشون مشکلاتی ایجاد کردن میگن آتو خب نیای شرکت کنی و داستان میشه برات همچین چیزایی رو شنیدی تو هم؟ چی بشه؟ میگن مثلا یه سری از بدنسازها مثلا انگار از چند نفر انگار آتو دارن یه همچین چیزایی من شنیدم به نظرت هست همچین چیزایی تو هم شنیدی؟ نشنیدی من تو بسیار خودم تلاش شما دوستم نرم آشیاری دنبال کنم چون واقعا دوست نرم آشیاری انرژی بد منفی رو گوش کنم دوست نداره چون خودم هم نیستم خدا چی؟ نمیدونه حالا اون به من رفت اوکی چرا آقا ببینم که دنبالتیه چیکار کردم اگه خیلی هم عالی من که کار نکردم من اندازه خودم فکر کنم اندازه خودم بیرم جلو در حال حاضر چه کسی رو رقیب خودت میدونی؟ توی ایران رقیب خودم همه دارم ورزش فرداششون رو میکنه ورزشتر داریم میکنه واقعا هم رقابتیه کار ما اصلا ادعا نداره که حالا منم ایکس ایگره که اصلا نمیبرم ولی کلا رقابته شاید یه سال من خوب باشم سال بعدی رفیقم بهتر باشه رقیبم بهتر باشه و واقعا اگه بهترم باشه واقعا حقش اصلا منم نه واقعا ورزش منم نداره واقعا من یه نکته‌ای هست اصلا واقعا ارزم بزرگ من نداره و سعی کنیم از این مسیر لذت ببریم حالا بعضی وقتا میگم میدونم میگن تو چرا عصبی میشی نه یارو مسابقه است بالا پایین میشه ارزم بزرگ ولی سعی کنیم تلاش کنیم حقی که حقشه واقعا بهش برس بله خیلی هم عالی مرسی که
افتخار دادی و با هم دیگه گفتگو داشتیم. تموم شد. دمت گرم. ان شاء الله که موفق باشی. اور دوست داشته باشم. عزیزم.